بسم الله الرحمن الرحیم، دوستان گرانقدر، به درس روز ششم برنامه کویک بوکس بخش اساسات حسابداری برای علاقمندان کویک بوکس خوش آمدید. در درس قبلی ما شما روی دیپریسیشن گپ زده بودیم، چه قسم ما او را کالکولیت میکنیم، او مسائل خلاص شد. امروز ما روی تعریف برنامه کویک بوکس کار میکنیم و یک تعداد اصطلاحاتی که در برنامه کویک بوکس استفاده میشه روی کار میکنیم. کویک بوکس چیست، به خاطر چی استفاده میشه و توسط کدام کمپانی ایجاد شده یا ساخته شده؟ کویک بوکس is an accounting software designed by Intuit, American company, to manage payroll, inventory, sales, expense and keep track of day-to-day business transaction. For example, yeah, for instance, invoicing customer and paying bill. کویک بوکس یک اکاونتینگ سافت ویر است. توسط یک کمپانی آمریکایی که به نام اینتیوت یاد میشه ساخته و دیزاین شده. به خاطر از اینکه ما مدیریت کرده بتانیم سیستم معاشات کمپانی خود، اینونتری، فروشات، مصارفات و برای نگهداری ترانزکشن های روزمره بزنس خود ما از استفاده میکنیم. مثلا روزمره ما به مشتری خود انوایس میدیم، پولی که ریسیو میکنیم، پولی که سر از اون میمانه، از کسی که چیزی را میخریم، پولی که بالای ما میمانه، پولی نقد که براز او پرداخت میکنیم، تمام از این مسائل ما میتونیم در برنامه کویک بوکس مدیریت کنیم. یک تعریف ازیست. تعریف دیگه‌ش که است نسبتا ساده تر است. کویک بوکس is an accounting software designed by Intuit to help small business owners stay organized. یک accounting software است که توسط کمپانی امریکایی به نام Intuit ساخته شده. به خاطر چی ساخته شده؟ تا به خاطر از اینکه صاحبان سمال بزنس کمپانی ها که است بزنس خود توسط ازی منیج یا ارگنایز کنه، بر ازی ساخته شده. توسط ازی ها میتونه تجارت خود و امو سیستمش هم منظم کنه، ترتیب و تنظیم کنه و تمام مسائلش رو مدیریت کنه. بخاطر ازیست بخشی دیگه که است به نام کویک بوکس commonly used terminology or terms است. اصطلاحاتی است که در برنامه کویک بوکس روزمره ما شما به او روبرو میشیم. پیش از اینکه ما شما در برنامه کویک بوکس داخل شویم، عملی کار خود آغاز کنیم، باید با این اصطلاحات آشنا باشیم. اولین اصطلاحی که است به نام اکاونت است، دومش به نام اکاونتس. اکاونت یا حساب میگه هر چیزی که در بزنس ما دبیت و کردیت میشه، میاد و میره، انکریز دیکریز میشه، باید برازو یک حساب داشته باشیم که اینم حساب به نام اکاونت یاد میکنه. اکاونت یاد میکنه مجموعه زیر به نام اکاونت سیاد میکنه. سب اکاونت چی رو میگن؟ یک مین اکاونت است، یک سب اکاونت است. مثلا ما اسید داریم، اسید مین اکاونت است. بازده اسید که است دو دانه سب اکاونت داریم. مثلا سب فکس اسید و کرنت اسید. فکس اسید و کرنت اسید سب اکاونتی، مین اکاونت اسید ما شما است. چارت اف اکاونت مجموعه اکاونت هایی که در اگی داره یک بزنس استفاده میشه به نام چارت اف اکاونت سیاد میکنه، یا مجموعه اکاونت های بالانس شیت و اینکم استیتمنت به نام چارت اف اکاونت سیاد میکنه. اینونتری، نان اینونتری. اینونتری هر چیزی که ما شما به خاطر ازی میخریم که دوباره بفروشیم به نام اینونتری یاد میشه. نان اینونتری هر چیزی که ما شما به خاطر ازی میخریم که دوباره او را نمیفروشیم، مثلا گروپ شد، میز شد، چوکی شد، اینا به خاطر استفاده ما شما چه میکنیم میخریم، این را به نام نان اینونتری یاد میکنه. باز اینونتری پارت چی را میگن؟ اینونتری پارت مستقیم مربوطی اینونتری میشه. مثلا ما اگر یک کامپیوتر در نظر بگیریم، کامپیوتر دسکتاپ، در کامپیوتر دسکتاپ امرای ما شما کیبورد است، ماوس است، سی پی یو است، مانیتور است، کیبل است، به مشکل ریم است، هارد دیسک است. تمام از هر کدام مزیره که میبینید این را به نام اینونتری پارت یاد میکنه. وقتی که اینونتری پارت با هم یک جای شوه، یک اینونتری به وجود میاد. مکمل اینونتری که است مکمل سیستم به نام اینونتری یاد میکنه. کی را به نام یک نام دیگه هم برش میگه، به نام اسمبلی. اسمبلی را که دیگه میبینین شما، ای اسمبلی از اینونتری پارت جور میشه. مثلا یک اینونتری پارت کیبورد است، یک ماوس است، یک مانیتور است، تمام چیزی که یک جای شوه یک مکمل سیستم به وجود میاد که به نام اسمبلی یاد میکنه. کی نمی اینونتری پارت به نام اسمبلی پارت هم یاد میکنه. اسیت ما شما گفته بودیم راجع به این مکمل گپ زدیم که اسیت دارایی ثابت میگه که این باز به دو قسم است که کرنت اسیت است، فکس اسیت است. کرنت اسیت که کمتر از یک سال یوزفل لایف داشته باشه،
و فکس اسیت به نام میجر پرچیزز هم یاد میکنن، اونو اسیت که بیشتر از 1 ایر یوزفل لایف داشته باشن. وندر از کسی که ما شما خریداری میکنیم، ما شما از کسی که خریداری میکنیم همیشه برای زو پیبل هستیم، با اونا در مقابل ما همیشه رسیویبل هستن. پولی که در کویک بوکس، در برنامه کویک بوکس زیر نام هر وندر میبینیم، اگر مثبت باشه ای بالای ما شما اکاونت پیبل است و با وندر ما شما اکاونت رسیویبل است. اگر منفی باشه او برای ما شما رسیویبل است، بالای وندر ما پیبل است. کستومر است بالای کسی که ما شما انوینتری یا اشیا یا گودز میفروشیم، و مشتری همیشه برای ما شما پیبل است و ما شما در مقابل مشتری رسیویبل هستیم. پولی که زیر نام هر مشتری در برنامه کویک بوکس میه، اگر مثبت باشه برای ما اکاونت رسیویبل است، برای زو اکاونت پیبل است. اگر منفی باشه برای ما اکاونت پیبل است و برای زو اکاونت رسیویبل است، که در مقابل زو یا پول پرداخت میکنیم یا خود جنس میدیم برش. ایمپلوی کارمند میگه اکاونت پیبل گفتیم، پولی که بالای ما شما قرض است، در حقیقت لایبیلیتیز بالای ما شما، این رو به نام اکاونت پیبل یاد میگه. اکاونت ریسیویبل ای در حقیقت ایسیت ما شما است. چه قسم ایسیت است؟ کرنت ایسیت است، پولی که بالای مشتری ما شما داره، بالای مردم داره، بله طلبات است. ان دیپوزیتد فاند، اونو پولی که تانوز ما مکمل محاسبه نکردیم، مثلا روزمره ما فروشات میکنیم، پول میگیریم، در مدخل روک میمانیم، در آخری روز باز ما او رو جمع میکنیم. اینم پولی که تانوز منظم نشده، یک جای مشخص ده، یک اکاونت روان نشده، اینه میره بنام ان دیپوزیت فاند یاد میکنه، که در برنامه کویک بوکس وقتی که ما شما چارت اف اکاونتس جور میکنیم یا کمپانی جور میکنیم، مستقیم یک اکاونت میره بنام ان دیپوزیت فاند. وقتی که از مشتری پول ریسیو میکنیم، پول ریسیو پیمنت میکنیم، مستقیم خودش میره در ان دیپوزیت فاند. بعد از او از ان دیپوزیت فاند ایره ما یاد کابل بانک روان میکنیم، یاد از زی بانک روان میکنیم، یاد پی تی کیش، یاد کیشن هند. دیپوزیت فاند وقتی که پول از ان دیپوزیت فاند در اکاونت مشخص روان کنیم، ایره میگیم دیپوزیت فاند، پول ما دیپوزیت کردیم در چی؟ در کدام اکاونت نامش مشخص میکنیم. دیبیت و کریدیت خوب بیخی ما شما زیاد کپ سبیم سرش، که اکستنشن دیبیت دی آر است، اکستنشن کریدیت که سی آر است. لون قرضه است که ما شما از مردم، از وندر یا از هر کس که هست که میگیریم، پولی که به شکل قرض میگیریم، که بالای ما شما لایبیلیتیز، اگر برای مدت یک سال باشه current liabilities تا، اگر برای مدت بیشتر از یک سال باشن long term liabilities تا. equity یا owner equity account ما شما گپ زدیم که دیگه ما شما چندین account داریم که mainish capital account است، owner withdrawals تا و owner contribution است. به مو شکل fisc، یک fiscal year است، یک fiscal period است. ای با هم تفاوت داره. fiscal year سال مالی رو میگه، ای سال مالی در بعضی از مؤسسات که پروژه میگیرن، به اساس پروژه اگر ما تعیین کنیم به خاطر 6 ماه و 1 سال یا 9 ماه یا 12 ماه که باشه، اینمی مدت به نام فیسکل پیریود یاد میکنه. اگر به خاطر 1 سال باشه، اگر به خاطر 6 ماه باشه، نرمالی 12 ماه می باشه یک سال مالی. استیمیت یا کورس یا کوتیشن، این در بخش مربوط مشتری میشه. وقتی که یک مشتری یک کس می از پیش ما نرخ میگیره که بیداری کمپیوتر به چند است، ما میگیم به 2000 دلار است، میگه یک نرخ شبتی برای ما، ما میبریم در کمپانی خود، اگر بدلشون بود میخریم، اگر نبودش. اینمی بلی که ما برای زو جور میکنیم در کویک بوکس به نام استیمیت یا کورس یا کوتیشن یاد میکنه، که در مقابل زو ما از مشتری نه پول میگیریم و نه چیزی را برای ما پرداخت میکنه و نه جنس میت میاد بل اسمیت برش مثل یک کوتیشن واری. سل آرڈر وقتی که مشتری استیمیت از پیش ما گرفت، او را برد در کمپانی خود، او به طبیعتش بود موافقه کرد در کمپانی، باز برای ما زنگ میزنه، برای ما میگه که از امو کمپیوتری که ما استیمیتش کوتیشنش برده بودم دادن جور که برای ما، اینمی رو به نام سل آرڈر یاد میکنه، که در مقابل سل آرڈر بعضی وقت یک مشتری میاد پول برای ما پیش از پیش پرداخت میکنه به خاطر ضمانت، بعضی وقت که از پرداخت نمیکنه. یعنی در حقیقت ما در مقابل استیمیت کوتیشن سل آرڈر پول نمیگیریم، چون جنس تسلیم نکردیم. وقتی که جنس تسلیم کنیم پول میگیریم. پرچیز آرڈر وقتی که مشتری برای ما آرڈر میکنه، این را به نام سل آرڈر یاد میکنه. وقتی که ما به وندر خود، به کمپانی که از پیش اشیا را میخریم آرڈر میکنیم، این را به نام پرچیز آرڈر یاد میکنه. او کمپانی دیگه به نام سل آرڈر در کمپانی خود در کویک بوک ثبت میکنه، ما باز به نام پرچیز آرڈر ثبت میکنیم.
که ما پرچیز آرڈر کردیم و کسی که برای ما پرچیز آرڈر میکنه در کمپانی خود اون نفر به نام پرچیز آرڈر صرف میکنه، مگر ما به نام سل آرڈر صرف میکنیم. انوایس در مقابل هر چیز که ما مثلا پول ریسیو میکنیم به نام انوایس یاد میکنه. مرحله اخیری استیمیت کوتیشن سل آرڈر چیست؟ انوایس است. کوتیشن رو به یک نفر دادیم، سل آرڈر کرد، بعد از اومد جنس میبره. وقتی که جنس میبره در مقابل جنس امرایش ما یک جنس یک انوایس ورق میتیم که او رو به نام انوایس یاد میکنه که مکمل هم جنس قیمتش ذکر کرده و در مقابل جنس که انوایس کس باز ما پول ریسیو میکنیم، تقاضا میکنیم. بهدار اینمی گودز است، هر چی که هست مثلا کامپیوتر است، انوایس است پول برای ما بدید، انوایس و امرای کامپیوتر ببر. اوپنینگ بالانس اگر به مشتری در نظر بگیریم، اگر به وندر در نظر بگیریم، اگر به کمپانی خود در نظر بگیریم متفاوت است. مثلا امسال ما 1000 سری مشتری خود اکاونت ریسیوبل داشتیم، 1000 امسال پرداخت نشد، در سال دیگه این تمام 1000 پول که هست به نام اوپنینگ بالانس مشتری ها یاد میشه. اگر ما قرضدار بودیم از یک نفر، در سال دیگه این به نام اوپنینگ بالانس که در وندر است در اونجا حساب میشه. اگر از اکاونت های خود حساب کنیم، مثلا در کابل بانک ما اینقدر پول داشتیم، این پولی که به سال دیگه ما در برنامه کوی بوکس میرسانه، میگیم این پول اوپنینگ بالانس اینم سال است، یعنی به این معنی سال دیگه امرای ما مانده که در این سال به نام کلوزینگ بالانس یاد میشه و در سال نو که است به نام اوپنینگ بالانس یاد میشه. پرچیز ریترن یا ریفاند، وقتی که ما به مشتری یک سلس ریترن است، یک پرچیز ریترن است. وقتی که ما به مشتری یک چیزی را بدیم، مثلا دادن کامپیوتر از پیشم خرید، یک دانش پس آورد گفتی خراب است، این را به نام سلس ریترن یاد میکنه یا ریفاند یاد میکنه. وقتی که ما از کمپانی دیگه که خریداری کردیم پس چیز را میبریم برش با وندر خود، این را به نام پرچیز ریترن یاد میکنه. در مقابل از یا جنس میده بریم دیگه یا پول بریم ما میده. پی دی کیش اونم پولی که ما به خاطر مصارفات خرد ریزم استفاده میکنیم. در بعضی کمپانی ها یا تا 100000 افغانی میباشه یا تا 10000 افغانی میباشه، روزمره چیز مصارفات میشه، از این پیتیکش پول میته بگیره، این چیزا خریداری کو و ای دا اول سال تعیین میشه که مثلا پیتیکش ما اینا قبول باید داشته باشیم. کیش آن هند اونو پولی که ما از مفاد به دست آوردیم و در جیب ما آماده هست، سیس کیش آن هند. مثلا ما 1000 دلار در کابل بانک کس کشان هند داریم، 1000 دلار مثلا در جیب ما کشان هند داریم، این پولی است که مثلا از مفاد به دست آوردیم و تیار آماده پیش ما است به خاطر مصارفاتی بدون مصارفات کمپانی ما، این را به نام کشان هند یاد میکنن. پیرول یا معاشات که به نام سرلری هم یاد میکنن، سل تکس، وقتی که ما از مشتری پول جمع میکنیم فروشات میداشته باشیم، اگر در مقابل جنس ما سر از اون مالیه پرداخت کنیم وضع کنیم، اونو مالیه که از اکاونت اونو مشتری جمع میشه و در آخر سال یا در آخر ماه رقم که سود پس وقتی که ما به دولت پرداخت کنیم اینا میره به نام سل تکس یاد میکنن. سل تکس سنگل سل تکس هم داریم ما در برنامه کویک بوکس، نه گروپ سل تکس هم داریم. اگر چندین دونه تکس داشته باشیم اونو باز گروپ جور میکنیم، دمو گروپ ارت میکنیم به نام گروپ سل تکس یاد میکنیم. اگر سری مشتری اونو وضع میکنیم باز اونو گروپ سل تکس انتخاب میکنیم، خود جنس خودش محاسبه میکنه، سل تکس جدا میکنه، برای ما میگه که اینقدر پول شد و اینقدر تکس شد، باز اونو ما پرداخت میکنیم به دولت. استیتمنت که به نام یگان جای به نام ریپورت هم یاد میشه، یک فینانشل استیتمنت است و یک استیتمنتی است که ما به مشتری پرداخت مثلا میدیم جور میکنیم. مثلا ما در بانک میریم برش میگیم بیادر ما در اکاونت خود چه پول پرداخت کردیم، از یک سال استیتمنتش برای ما بکش، اون راپوری که میده به نام استیتمنت یاد میشه. که باز در بخشی اکاونتینگ است، باز ما یک فینانشل استیتمنت دیگه چیز داریم که یکش بالانس شیت است، یکش انکم استیتمنت است، یک کش فلو استیتمنت است که از این باز ما به خاطر اونرای بزنس که است ریپورت جنریت میکنیم، این جدا گوستن دیگه. ای استیتمنت در حقیقت که است یک راپور است که بعضی بانک ها در مقابل جنریت کردن استیتمنت پول میگیره، بعضی بانک ها در مقابل جنریت کردن استیتمنت پول نمیگیره. ای بود امرای ما شما بعضی اصطلاحاتی که در برنامه کویک بوکس استفاده میشه. در روزی بعدی بخیر سری داونلودینگ اند انستالینگ برنامه کویک بوکس 2020 گپ میزنیم. چند ورژن دارین در برنامه کویک بوکس، کدام ورژنش خوب است، از کدامش استفاده کنیم، چه قسم رو دانلود کنیم و چه قسم رو انستال کنیم، روزی گپ میزنیم. خب بر صورت ای بود درس امروزی برنامه کویک بوکس.